سلام دوباره به دوستای عزیزم من احمد رضا هستم اومدم با قسمت دوم از آموزش استوری بوک که بریم با همدیگه دیگه نصبش کنیم روی انگلار و اینکه ببینیم چه کاره میتونیم باش بکنیم تو این قسمت قراره که اول استوری بوک رو نصب کنیم و اینکه من یه دموی کلی از استوری بوک بهتون بدم و بعدش با هم دیگه اگر جلسه طولانی نشه یه دونه کامپوننت درست میکنیم اگر جلسه طولانی تر بشه براتون کامپوننت رو یه جلسه دیگه درست میکنم که با کلیت اون ساختن کامپوننت توی استوری بوک آشنا بشید قبل از اینکه بخوام این آموزش رو شروع کنم اول میخوام ازتون تشکر کنم به خاطر حمایت هایی که از من کردی و لایک و کامنت هایی که میذارید و امیدوارم که همچنان به حمایتتون ادامه بدید خب. اولین کاری که ما میخوایم بکنیم اینکه که پروژه ای که ساخته بودیم جلسه قبل رو بازش میکنیم اگر هنوز نمیدونید چجوری انگولار میتونید پروژه درست کنید روی سیستمتون بهتر که ویدیو قبلی رو ببینید همه چی رو اونجا بهتون توضیح دادم برای اینکه بخواید استوری بکن نصبش کنید کافی که بیاید یه دونه ترمینال باز کنید توی همون پروژهتون باید باشه من یه بار دیگه میام عقب که قشنگ ببینید سی تو هر جایی که پروژهتون رو گذاشتید میتونید همونجا بسازید استوری بوک خب من آدرسی که داشتم از اینجا شروع شد و به اس که اسم پروژم بود ختم شدش میخوام توی فولدر اسپیک انگولار هم روش نصب هستش و آخرین ورژن هم بودش استوری رو نصبش کنم برای که بخوایم استوری بوک نصبش کنیم کافی که فقط این رو بزنید mpx s to v بوک اد latest میخوایم آخرین ورژنش رو بگیریم و اینکه همه چیزهایی که لازم هست و اینیت کنه ورش اینطور میزنیم و منتظر میمونیم میگه که نسخه ای که هستش الان و آخرین نسخه هفت صفر بیست و سه هستش میگه اینو میخواید ما میزنیم یس yes. یه وای میزنیم و اینتر میکنیم و منتظر میمونیم که تا روند نصب استوری بوکس از ریپو mpx پی تموم شه و کامل نصب بشه چند دقیقه بیشتر زمان نمی بره تا اینکه به شما بگه که رو چه پورتی میتونید استوری بوک رو ببینید همجور که میبینید تا اینکه این, این نصب شه شما انگولار رو پورت 4200 میبینید ولی استوری بوک رو روی پورت دیگه میبینید میگه میخواید یه داکیومنتیشن هم برای اون کامپوننت که هست حالت دیفالت براتون درست کنه شما میزنید بله منتظر میمونیم که اون پکیج ها رو بگیره و آپدیت کنه و اون دیپندنسی ها و وابستگی که لازم دارم انجام بده همونجور که میبینید استوری بوک ما روی انگلار نصب شدش و حالا میخوایم رانش کنیم توی اینجا میبینید که یه هلپی بهتون داده و بهتون گفته که باید چه کامندی استفاده کنید ng run اسم پروژهتون ng run اسم پروژتون، دو استوری بوک اینتر میزنید فقط دقت کنید که توی همون پوشه که انگولار و اون استوری بوکتون نصب شده این کامندو بزنید یه موقع خارج اون فولدر بزنید خب عملا اینجا نمیشه میبینید که شروع کرد به کار کردن و همینجور داره ماجولا هم نصب میشه و این استوری بوکو اینجا میبینید خب میبینید لینکی که بهتون داد با پورت 6006 هستش و اگر روی این پورت کلیک کنید با یه همچین صفحه ای روبرو میشید من یه ذره کدم کوچیک میکنم تا این صفحه رو شما بهتر ببینید آه، یه صفحه داره این بوک که یه ولکام داره حالت اینترو اینترودکشن این صفحه است استوری بوک که شما میتونید یه سری لینک ها رو اینجا بهتون داده که میتونید ازش استفاده کنید و اطلاعات بیشتری در مورد بوک به دست بیارید قسمت چپ که ساید نوش هستش یه لوگو دارید اینجا یه دونه تنظیمات دارید که به تک تک اینا میرسیم که میتونید باهاش کامپوننت ها ببینید، رو ببینید نکس کامپوننت رو ببینید سرچ رو فول اسکرین و و یه سری فیچرهای اینجوری بهتون میده خب به این کاری نداریم بعد این در مورد کیبورد شرکات هستش که میتونید اگر دوست داشتید شرکاتاشو حفظ کنید برای اینکه کارتون سریع انجام بشه و اینکه لیتست ورژن داریم استفاده میکنیم و میریم توی اولین کامپوننتی که خودش ساخته به اسم باتن اول سفر رو بهتون توضیح میدم بعد میریم توی کد توی وی کود اونجا هم بهتون توضیح میدم که چه جوری هستش شما به صورت دیفالت این پیج رو دارید و باتن خودش یه دونه داک داره که این داک یه سری اومده که یه باکسی برش درست کرده اینجا که باتن گذاشته توش و با یه سری خصوصیاتی که اینجا میبینید به اسم اینپوتس که اگر پرایمری باشه دکمه ترو داره و اگر بخواید فالسش کنید فقط کافی که روش کلیک کنید و به فالس تغییر بدید و دکمهتون حالت سکندری میشه اگر بخواید اینجا میتونید اسم این دکمه رو عوض کنید مثلا اسم خودتون بنویسید میبینید همه چی لایو داره تغییر میکنه و این خیلی به درد شما میخوره که یه چیزی که درست میکنید و ببینید قبل از اینکه بره تو حالت دیو چه حالتایی میشه وقتی که شما اینو طولانی بنویسید چه جوری میشه وقتی که مثلا کوتاه بنویسید چه جوری میشه همه این حالت ها رو یه حالت سن باکس بهتون میده که شما میتونید یه سری تست رو اینجا انجام بدید میخواید رنگش رو عوض کنید خب ببینید اگه قرمزش کنید چه جوری میشه اگه مشکی کنید چه جوری میشه و اگه رنگای تیفای دیگه انتخاب کنید دکمه چه شکلی میشه مورد پسند شما هست یا نه اینجا شما میتونید یه سری اینپوت داریم برای اینکه سایز رو بهتون تغییر بدیم نوشته که شما استوری که داره اسمال میدیوم و لارج داره و شما رو هر کنیم کلیک کنید اون دکمه به اون حالت تغییر میکنه اینجا هم در مورد آن کلیک ایونت آن کلیکی وقتی روش کلیک میکنید اتفاق میفته که من توی پرایمری بهتون میگم وقتی که روی این کلیک کردید چه اتفاقی میفته و چه ایونت هایی فعال میشه توی قسمت استوری بوک شما یه دونه اینجا چینج background دارید که میتونید حالت دارک مود و لایت مود رو تستش کنید قسمت دیگه که دارید قسمت گرید رو دارید مثلا این حالت چارخونه ای میشه برای اینکه بیشتر به درد یو کارا میخوره و اون کسایی که کار دیزاین میکنن اینو من خاموشش میکنم اینجا قسمت این رو دارید که مثلا چجوری میشه تو اگر تو یه دونه لاین یه دونه باکس باشه آه، که البته پریویو آوتلاینشه و اینجا کدی که مخصوص به این باتن هست اینجا نوشته شده که اینم بهتون میگم زیر داکس شما دارید یه پرایمری سکندری لارج و اسمال میبینید روی پرایمری کلیک میکنید میبینید دوباره همون دکمه رو دارید نگاه میکنید و مشاهده میکنید ولی یه سری امکانات دیگه بیشتر داره مثلا اینجا اکشنز رو داره گفتم وقتی که روی دکمه دان کلیک میکنید چی اکشن براتون سب میشه تایپتون چی بوده کلیک بوده و اینکه یه سری بهتون خصوصیات میده اینجا میتونید مشاهده کنید در مورد این دکمه اینتراکشن رو دارید که ما فعلا بهش کار نداریم و تو جلسات بعدی اکسسیبیلیتی فیگما و پارامترها و تبای دیگر هم روی اینجا فعال میکنیم مهمترین قسمتمون همین قسمت کنترل که بیشترین کارمون اینجاست من چیز دیگه که میتونم بهتون نشون بدم به جز اینا شما میتونید حالت اسمال موبایل، لارج موبایل و تبلت هم تست کنید که البته باید CSSش تعریف بشه و بهتون یاد میدم که چه جوری میتونید اون تیپ موبایل مثلا از آیفون 13 14 و همه اینا رو توی این لیست داشته باشید و یه لیست بلند بالایی میشه برای گوشی اندروید iOS و یا اینکه کاستم ویوپورت برای خودتون درست کنید و اینجا یه سری فیچرهای دیگر رو دارید میبینید که ما خیلی به این کاری نداریم من اینو برش میگردونم به پرایمری دوباره چند بزرگ میذارم اینجا میریم همه چی در مورد دکمه سکندری رو میبینیم و تقریبا شبیه پرایمری و رنگش و اون استایل فرم میکنه اینجا اومده یه استوری برای دکمه لارج نوشته که میبینید دکمه لارج سایزش اینجا رادیو شوشن شده رادیو باتنه شد کلیک کردیم و اینجا اسمال که اون حالت کوچکترش بهتون نشون داده میشه پس ما به اینا فعلا یه کار نداریم دو تا نمونه کامپوننت دیگه هم داریم که خودش درست کرده یکی در مورد هدره که لاگین و لاگ اوت درست کرده براتون و آخرش در مورد پیجه که اینجا شما میبینید وقتی که پی... مثلا توی اون پیج لاگاوت کرده چه شکلی میشه دیگه لاگین کرده توی اون صفحه چه شکلی میشه اینجا شما میتونید آبجکت ها رو تغییر بدید که سر فرصت به همش میرسیم و این همون اینتراکشنه که برای یه دونه رول باتن درست کرده که پس شده از یعنی اینکه این, که این دکمه به درستی داره کار خودش رو انجام میده یه ذره در مورد کد هم با هم صحبت کنیم و ببینیم کجا تشکیل میشه و چه جوریه من این ور بزرگتر میکنم استوری که درست کردید اینجا یه دونه فولدر به نام استوریز درست میکنه یه سری asset اینجا براتون میذاره که asset ها همین هایی هستن که اینجا مشاهده میکنید این asset این آیکونا که اگه بخوام ببینید میبینید با فایل svg هستش چیز دیگه ای که داره اینجا و مهمه اینه که این فایل تایپ اسکریپت به باتنتون هستش که برای استور برای اون کامپوننت باتن نوشته شده فایل تاپ سکرپ تایپ اسکریپت تایپ اینجا استایل اون باتن رو نوشته میبینید که آبی بود و اینجا استوری مخصوص داستان مخصوص به اون باتن رو براتون اینجا می نویزیم. که شما میتونید هرچی که دلتون بخواد داستانی که دلتون بخواد برای, برای اون کامپوننتتون اینجا بنویسید ولی ما چیکار میکنیم؟ ما جلسه بعد دیگه نمیایم زیر این استوریه این کار رو انجام بدیم و زیر این خیلی نامرتب دیگه شما باید بگردید پیدا کنید ما میایم از جلسه بعد چیکار میکنیم میایم یه دونه کامپوننت معمولی درست میکنیم و استوری رو به اون اضافه میکنیم و از اون کامپوننت میتونید شما خیلی راحت تو صفحه اپ کامپوننتتون به صورت دریک ازش استفاده کنید یعنی هم استوری بوک داری و هم اینکه که میتونی از اون کد دریکلی استفاده کنی و در اختیار دیولپرت بذاری تا اینکه با کمترین خطا بتونه اون استایل مورد نظر شما رو داشته باشه فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه طولانی شد یه ذره و حضرتون میخوام که از من همچنان حمایت کنید تا من بتونم این سری آموزش استوری بوک رو درست کنم و آپدیت نگرش دارم و اگر براتون مقدوره به دوستانتونم بفرستید این ویدیو رو چون استوری بوک یه ذره جدیده فکر میکنم و بوده 4 5 سال روش کار شده که جدیدا خیلی روش شرکت ها رو دارم مانوف میدم و حال ممنون که تا الان همراه من بودی تا جلسه بعد و ساختن کامپوننت ها فعلا خدافز